من اسمشو میذارم گزارش اقلیت. دقیقا نمیدونم همکارم از کی داشت صدای منو ضبط میکرد یا تصویر منو میگرفت، ولی راستش من همینجور با خودم لپتاپم آوردم که بقیه کارامو انجام بدم، این وسط یه دو دقیقه ضبط کنم دوباره برگردم برم کار عقب مونده رو انجام بدم. من اردوانم، سردبیر رادیو کوچه. این بار میخواستم بشینم یه سرمقاله بنویسم. یه کاری کرده بودیم، یه چیزایی بود دوست داشتم راجبش صحبت کنم و سرمقاله بنویسم. نشستیم با هم فکر کردیم، گفتیم چرا سرمقاله رو تصویری نکنیم. حالا که باب تصویرمونم باز شده، شروع کنیم کار تصویری کردن. میدونی از کجا شروع شد که دلم میخواست حرف بزنم و صحبت بکنم؟ از اشتیاقی که بچه های همکار و خود من داشتم، برای اینکه دوست داشتم با شما صحبت بکنم و بهتون بعضی از چیزها رو بگم، اتفاقایی که در گذشته افتاده و کارهایی که در آینده میخوایم انجام بدیم. بنابر اطلاعاتی که از طریق گوگل آنالیتیک داریم، فکر میکنید که میزان کاربرانی که برای اولین بار به سایت ما آمدن یا کاربران تازه‌ای که به سایت خود شما یعنی رادیو کوچه اضافه شده چقدر بوده در ماه گذشته، یعنی ماه آوریل؟ شاید بعد نباشه بدونی 64% ما رشد داشتیم نسبت به مورد مشابه و شکل قبلیش در ماه‌های گذشتهش. یعنی ما در ماه گذشته نسبت به آمار قبلی 64% بیشتر کسانی داشتیم که تازه روی وبسایت کوچه آمده بودن. تعداد کاربران ما در فیسبوک رو به افزایشه. اونهایی که لایک دادن به صفحه ما بیش از 5000 خورده‌ای شده و این افراد تقریبا هر مطلبی رو حدوداً 100 تا 150 تا 200 تا دارن در روز مطالعه میکنن. و جالبه بدونید که مجموعه کاربران ما در آیفون هم که سال گذشته تقریبا ما حدود 14 ماه که سرویس آیفونمون رو داریم، 15 ماه تقریبا سرویس آیفون رو داریم، بعد از یه آپگرید و بروزرسانی امروز این سرویس 18000 یوزر ثابت داره و ما کسانی که از اپلیکیشن های ما در آیفون و آیپد دارن استفاده میکنن مرز 18000 رو رد کردن. این رشد خیلی جالبی بود که در 3 ماه اخیر داشتیم. جالب بدونید به هر علتی به خاطر پروتکل های متفاوت در سرویس های آیفون هنوز این سرویس ها در داخل ایران قابل استفاده است و میشه از این سرویس ها برای شنیدن خبرها، پادکست ها و برنامه های روزانه رادیو کوچه استفاده کرد. پیشنهاد میکنم اگر آیفون در ایران دارید دانلود کنید، روی اپ استور برید و کوچه رو سرچ بکنید. مطمئناً یک اپلیکیشن بیشتر نخواهد اومد و اونم اپلیکیشن رادیو کوچه است. 18000 کاربر آیپد و آیفون، نزدیک 5000 خورده ای کاربرانی که لایک دادن روی فیسبوک و صفحه‌ای که در فیسبوک شیر میشه، متوسط روزی 10 تا 12000 صفحه فقط در فیسبوک الان داره شیر میشه. حالا نه این تعداد صفحه، منظورم تعداد دفعاتی که صفحه ها دارن شیر میشن و بازدیدی که روزانه بین 8 تا 15000 متغیر هستش در خود سایت رادیو کوچه، یه پیام بزرگ داره. ما مسئولیتمون خیلی سنگین تر شده. من میدونم که ما اشتباه میکنیم، من میدونم که ما خطاهای زیادی داریم، ولی میدونم که شما ما اعتماد میکنید، چون مطمئنا ما هدفی نداریم. ما قصدمون فقط اطلاع رسانی، ما طرفدار هیچ گروهی نیستیم، طرفدار هیچ جریانی نیستیم، برای کسی کار نمیکنیم، موافق کسی نیستیم، مخالف کسی نیستیم. من گواهی میدم به جای همه همکارانم که در رادیو کوچه کار میکنن، هیچکدوم از ما طرفداری کسی رو نمیکنیم و در کوچه ما هیچ نکته رو سانسور نمیکنیم. اگر با مسئله‌ای دارید با نوشته، من همین الان درگیر نوشته هستم که مربوط به یکی از دوستان هستش که در مورد آذربایجان و مسئله تمامیت ارزش و علاقه جمهوری اسلامی در مورد اون نوشته شده. بسیاری از دوستان به ما حمله کردن و ما گفتن چرا این مطلب گذاشتید، ولی ما به شما داریم میگیم چرا گذاشتیم، چون همه حق دارن نظرشون رو بگن و شما هم حق دارید نظرتون رو بگید. پس بنویسید، پاسخ بدید، بی جواب نخواهد موند، عیناً نظر شما منتقد میشه. فقط توهین نکنید، بگذارید فضا دموکراتیک باشه، همه حرفاشونو بزنن. پس کوچه مال همینجاست و من دوست دارم به شما بگم با این افزایش حجم مخاطبی که ما داشتیم، با این ارتباطی که با شما داریم برقرار میکنیم، خیلی خیلی نگران مسئولیت‌های خودمون هستیم. همه ما، بچه‌ای که سردبیر روزانه سایت هستن، مطالب رو این بار دیگه به تازگی 2 تا 3 بار میخونن، نگران هستیم. کسانی که ادیت‌های غلط‌ها و ویرایش‌های املایی رو میکنن و انجام میدن، با دقت بیشتری دارن سعی میکنن
دوستان ما در بخش رادیو و پخش و استودیو تمام تلاششون دارن میکنن در بهبود کیفیت صداها. ما در روزهای آتی برنامه‌های بعدی هم خواهیم داشت. به زودی برنامه‌های بعد از پخش ما اصلاح خواهد شد. من میخوام آب بخورم. شما بیان با ما بخورم. در از این دستش هم میبینیم شکست پول نداریم یکی وقت، ولی آب رو نگاه کنیم. من این کاسه سوپوری تشت آبه. داشتم چی میگفتم؟ داشتم میگفتم ما برنامه بعد پخشمون رو داریم عوض میکنیم. به زودی شما یه فضای تازه خواهید داشت. خبرهامون دوباره تکرار خواهد شد در برنامه ها. یعنی 12 ساعت برنامه بعضی بر شما خواهیم داشت که دوباره تکرار خواهد شد. بعضی از برنامه ها در طول بر طول برنامه ها دوباره خواهد آمد. یه مقداری ما سعی میکنیم قصه خوانی و چیزهایی از این دست در برنامه اضافه کنیم و دوست داریم که شما نظر بدید و به ما بگید که چه اتفاقی داره میفته و آیا دوستش دارید یا دوست ندارید. این یه سرمقاله تصویری بود که از شما خواهش میکنم گوش کنید، ببینید و با ما در تماس باشید و یادتون باشه ما نیاز به کمک و حمایت شما داریم. اشتباه میکنیم، اگر خطایی هست به ما ببخشید و به ما کمک کنید، با ما در تماس باشید. همه نوشته ها و نامه ها و نظر شما خونده میشه. contact@kuchemail.com